افزایش آمار درگیری و نزاع. به نظر شما دلیل افزایش درگیری ها چیه؟ به گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران، میزان پرونده های نزاع ارجاع شده به مراکز پزشکی در هفت ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 6.1% افزایش داشت. استان تهران هم با 8585 پرونده دارای بالاترین نرخ نزاع در بین استان هاست. سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم تابستون امسال اعلام کرده بود که خشونت یکی از 5 آسیب اجتماعی که بیشترین نمود رو در ایران داره. به گفته او اکثر کسایی که دچار نزاع خیابانی شدند افرادی عادی بودند که در لحظه دچار عصبانیت شدند، اما موارد متعددی از همین نزاعها منجر به قتل شده. بنابراین در برنامه امشب روی خط از شما میپرسیم، آیا شما به تازگی شاهد نزاع یا کتککاری در اماکن عمومی بودید؟ به نظر شما هم افزایش پیدا کرده؟ اگر آره، دلیل افزایش نزاع‌ها و درگیری‌ها چیه؟ و اجازه بدید یک مرور کوتاه داشته باشیم مثل هر شب بر راه‌های تماس برنامه روی خط. راه‌های تماس متنوع، در طول برنامه هم زیرنویس میشه. 202-205-2654 که شماره تماس آشنای ماست. با اسکایپ میتونید تماس بگیرید، میتونید در فیسبوک و اینستاگرام روی خط و صدای آمریکا کامنت بذارید، هنوز فرصت هست. در توییتر روی خط به ما ریپلای بزنید، یا اگر اهل تلگرام هستید همین آیدی که در تصویر میبینید سند وی او ای، این تنها آیدی تلگرامی صدای آمریکاست. برای روی خط هم میتونید ازش استفاده کنید تا 9 شب فایل صوتی و تصویری بفرستید. الان که وقت تموم شده فقط میتونید بنویسید نظرتون رو برای ما بفرستید. من بهروز صمد بیگی هستم، همراه شما در برنامه روی خط. بله، برنامه رو با تلفن ها آغاز بکنیم و آقای محمد از کرج که همراه ما هستن. آقای محمد سلام، شما یا به تازگی شاهد نزاع یا کتککاری بودید در اماکن عمومی، در کوچه و خیابان؟ درست، خسته نباشی. والا من میخوام در مورد موضوع ریشه‌ای تر بیشتر صحبت کنم. فکر میکنم 100% این موضوع دیده شده، ما هممون دیدیم تو خیابان اتفاقایی که میفته. منتها موضوع نزاع و درگیری خیابانی و کلا خشونت ها علت و ریشه هایی داره که اگه نقش جمهوری اسلامی رو تو همه ابعاد منفی اجتماعی کنار بذاریم که واقعا نقش پررنگی هم هست، فکر میکنم ما مردم هم به اندازه زیادی جا انداختن این موضوع به عنوان یه فرهنگ منفی نقش داشتیم. برای جا افتادن یه فرهنگ هم خودتون بهتر میدونید که از خانواده ها تا رسانه ها نقش مهمی دارن. مثلا خانواده هایی هستن که به رفتارهای قلدر مآبانه بچهشون افتخار میکنن و این خیلی بده. شبکه‌های اجتماعی هم که در حال حاضر بیشترین تاثیر رو جوانهای ما خصوصا جوانها دارن، به چند درصد محدود که واقعا کار فرهنگ دارن انجام میدن به صورت مثبت، فکر کنم بده فرهنگ دروغگویی و مسائل جنسی به نظرم کاملا دارن ترویج خشونت میکنن با اصطلاحاتی که شاید بعضیاش برای شما هم خنده‌دار باشه و مضحک. مثلا متن گذاشتن، حالا بحث شبکه های اجتماعی رو آره میتونیم در برنامه های با موضوع مرتبط تر بحث کنیم، اما شما گفتید که خیلی از خانواده ها به قلدر مآبی فرزندانشون افتخار میکنن، به اون دامن میزنن. خب خود این فرهنگ از کجا میاد؟ از کی ارزش شد که فرزند قلدر رو به زن بهادر تحویل جامعه بدن؟ همیشه بوده، جدیدن شده، الان افزایش پیدا کرده؟ فکر میکنم جناب سمزدگی این موضوع حالا ربطی فقط به مملکت خودمون نداشته باشه. فکر میکنم این تابو رو باید خودمون بشکنیم به زودی و این قضیه اصلا نمیدونم حالا اون که قضیه
با ارزش‌تره، یه همچین چیزی، همچین فرهنگی همیشه بوده. هم یه نمونه مثال براتون بزنم، مثلا مراسم اینکه مجازی رو من مثال زدم چون بالاخره تو ریشه های فرهنگی ما نقش دارم، ولی خب حالا بگذریم از اون. مثلا مراسم تشییع یه زورگیر از یه شهید راه آزادی که به دست جمهوری اسلامی کشته شده خیلی شلوغ‌تره و مدام داره این تو رسانه تبلیغ میشه، رسانه اجتماعی. حالا کاری به جمهوری اسلامی نداریم که اصلا تکلیفش کلا با مردم جداست. پس در واقع شما فکر میکنید که این خشونت و به زنبهادری یک جورایی تبدیل به یک ارزش شده و خود مردم هم دارن به این فرهنگ دامن میزنن؟ هم جناب سمتگی خانم هم مثلا من بعضی وقتا فکر میکنم این هم خیلی تاثیر داره. برمیگردم مثلا اصطلاحات استفاده میکنن که مرد هم مردای قدیم، ولی در حالی که مردای قدیم اکثرا خشن بودن یا رفتار و گفتارشون با خشونت بوده. آره. بله ممنونم از شما. بذارید این رو با بینندگان دیگر هم مطرح بکنیم. نکات جالبی مطرح شد در صحبت‌های آقای محمد. آقای پارسا از تهران همراه ما هستند. آقای پارسا سلام، شما چی فکر می‌کنید؟ با آقای محمد موافقید که بخش زیادی از این افزایش درگیری‌ها و نزاع‌ها ناشی از فرهنگی است که خود شهروندان و خانواده‌ها بهش دامن می‌زنند؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. من برخلاف این دوستمون بیشتر سیاست های جمهوری اسلامی رو در این امر دخیل میدونم و سیاست هایی که باعث به وجود اومدن یک سری فرهنگ های منفی در بین مردم میشه و علت این امر هم الان در حال حاضر با توجه به آمار افزایشی که پیدا کرده و شما در ابتدای صحبتتون اشاره کردید، به نظر من برمیگرده به دو تا عامل. یکی وضعیت اقتصادی وحشتناکی که الان بر کشور و مردم حاکمه که باعث شده قشر زیادی از مردم حتی به برای تهیه مایحتاج اولیه زندگیشون هم دچار مشکل بشن. به عنوان مثال کارگری که چندین ماه حقوق نگرفته شرمنده زن و بچهش میشه و الان داره با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنه، این طبیعیه که آستانه تحملش پایین بیاد و توی خیابون با کوچکترین جرقه ای درگیر بشه با افراد. و مسئله دیگه به اعتقاد من محدودیت های اجتماعی و ایدئولوژیکی هستش که جمهوری اسلامی بر مردم اعمال کرده با قوانین مختلف، به عنوان مثال حجاب اجباری، به عنوان مثال روابط دختر و پسر در دانشگاه و اقداماتی که صورت میگیره باعث میشه که مردم دقیقا احساس بکنن که در یک زندان مخوف دارن زندگی میکنن، نه در کشوری که وطن خودشونه و به عنوان شهروند اون کشور. که البته ریشه همه مشکلات رو بخوایم بررسی بکنیم برمیگرده به سیاست‌های غلطی که جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج در پیش گرفته، درگیری‌هایی که با کشورهای دنیا مخصوصاً آمریکا و اسرائیل داره و اون فسادی که به طور خیلی فراگیر در سیستم جمهوری اسلامی گسترش پیدا کرده و به همه جا ریشه دوانده و همه اینها در نهایت باعث ایجاد این فرهنگ میشه که مردم فکر میکنن که در یک جنگلی دارن زندگی میکنن و اگر نکشن کشته میشن، اگر نخورن خورده میشن و همزیستی مسالمت‌آمیز در این فرهنگ از بین رفته. من برخلاف این دوستمون سهم جمهوری اسلامی رو در این نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی که به وجود اومده خیلی بیشتر میدونم تا خود مردم. بله ممنونم آقای پارس. اتفاقا دیشب هم موضوع برنامه ما بحث فساد سیستماتیک در ساختار قدرت و حکومت جمهوری اسلامی بود. آقای پارس معتقد بودن که این فساد گسترده در انواع و اقسام مختلفش منجر به خشم عمومی میشه، ضمن اینکه این باور رو به شهروندان تلقی میکنه که هیچ قاعده و قانونی وجود نداره، میتونی از هر خط قرمزی رد بشی. همین ابتدای برنامه یه فایل صوتی بشنویم، برمیگردیم تماس ها رو با شما ادامه خواهیم داد. واقعا به علت گرونی ها، تورم ها، مشکلات معیشتی که ملت دارن، نمی‌سنت بگی اینها خب رو ذهن ملت فشار میاره، ملت رو عصبی کرده، ملت رو بیتاب و بیتاقت کرده که سر کوچکترین اتفاق
بخوان به هم بیفتن و نزاح درست کنند. و این به نظر من میتونه عامل اصلیش بی‌ثباتی درون مملکت باشه. واقعا فشار معیشتی رو ملت آقای سند بگیر واقعا هست. خود من بارها شده، حالا شاید به نزاح نرسیده، اما خب به راحتی از کوره در رفتم سر یه موضوع کوچیک. با توجه به این که الان دیگه حالا بقیه سنفا که مثلا مثل یک راننده تاکسی، مثل حالا اخشار دیگه که درآمد پایینی دارن سر کار هستن، خب قاعدتا این عصبانیت منجر به نزاح میشه. با آقای سجاد از تهران میخوایم صحبت کنیم. گویا در واقع باور عمومی هم همسو با آمارهایی است که منتشر شده. خیلی از بینندگان ما معتقدند که این درگیری ها و نزاع ها زیاد شده. پس بیشتر میپردازیم به ریشه یابیش. آقای سجاد سلام، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید دلیل افزایش نزاع ها و درگیری ها چیه؟ درود بر شما آقای صمد بیگی، حال شما خوبه؟ ممنونم، بفرمایید. آقای صمد بیگی، متاسفانه آمار نزاع و درگیری در جامعهمون روز به روز داره زیادتر میشه و شوربختانه خبراش هم در شهرهای کوچیک و بزرگ پخش شده و زیاده. من وقتی این کلیپ رو این جور رفتارهای وحشیانه رو تو اینستا و یا شبکه‌های مجازی میبینم، فکر میکنم ما روز به روز از نظر فرهنگی رو به سقوطیم و جای کار فرهنگی اساسی در جامعه ما خالیه. کانون فرهنگی که شهبانو و ملکه ایران زمین برای نوجوانان ساخت، نتیجهش افرادی هنری و فرهنگی شدن که در جهان حرف دارن برای زدن، ولی نتیجه مدارسی که هر روز معلم شاگردا رو کتک میزنه شده همین دانش آموزایی که همین افرادی که همین دعوای وحشیانه رو انجام میدن. زمان اولیا حضرت شاهنشاه یه چیزی کتک زدن در مدارس که متأخر نیست، از قدیم تو مدارس ایران دانش آموزا رو کتک میزدن، قدیمترا که خیلی شدیدتر بوده و فلک میکردن و چیزایی مثل این. نگاه کنید، اولیا حضرت شاهنشاه یا مهر ایران، خب روز به روز به ایران روز به روز به تعالی و اوج داشت میرسوند، ولی الان از هر نظری که ما میخوایم ببینیم ایران ما روز به روز داره به سقوط نزدیکتر میشه و در حال سقوطه. باز خوبیش اینه که خدا رو ما میگیم باید شکر کنیم که بعد از 40 سال تازه یه سری فهمیدن رو دارن بر میگردن و توبه میکنه از رفتار زشتی که در حق وجود مبارک و آسمانی شاهنشاه همایونی داشتن. حالا این بحث تاریخی رو اگر بذاریم کنار، شما پس فکر میکنید که فرهنگ عمومی، فرهنگی که از طریق مدارس جمهوری اسلامی داره آموزش داده میشه، باعث این افزایش خشونته؟ بله بله، نگاه کنید و امثال افرادی مثل آقای تاجزاده بدونن که دورهشون تموم شده. ما این الان بحث امشب ما نیست، داریم داره افزایش خشونت صحبت میکنیم آقای سجاد، بحث سیاسی هم نیست، بحث جامعه شناسیه. ممنونم از شما. با آقای بابک از کرج بحث رو ادامه میدیم. آقای بابک سلام، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید دلیل افزایش این نزاع‌ها و درگیری‌ها چیه؟ الو، بفرمایید آقای بابک. سلام، شما بس کردین؟ الان من باید برم رو خط. شما بس کردید؟ شما یه تماس نگرفتید به برنامه روی خط؟ آها درست، پشتر به من اطلاع ندادن، عذر میخوام. خواهش میکنم، بفرمایید. وقتتون بخیر، من سلام میگم خدمت بیننده‌هاتون. ببینید، متاسفانه مشکل نزاع و درگیری که ما داریم میبینیم یک مشکل فرهنگی هست. هم خب طبیعتاً بخشش به سیستم آموزشی برمیگرده که برات اسمش آموزش و پرورش هست، ولی خب واقعا پرورشی نیست، یعنی خیلی به تربیت بچه ها اهمیت نمیدن. یه بحث دیگه اینه که توی رسانه ها و تلویزیون هم شخصیت های دعواگر، اونهایی که پرخاشگر هستن، محبوب نشون داده میشن همیشه. حالا من اسم نمیارم به خاطر برنامه‌تون، ولی خب این مثلا یه شخصیتی تو خندوانه که اصلا تیپ و ادبیاتش لاتی و کوچه بازاری است، اصطلاحاً برعکس خیلی هم محبوبه.
یا یه کسی که چون موجی مثلا یه برنامه ورزشی هستش به خاطر شارلاتان بازیاش محبوبیت داره. خب این نقش رسانه رو داره نشون میده که کمک میکنه به در واقع تبیین این نگاه در جامعه. از طرفی هم این فرهنگ سازی غلط در واقع همین میشه نتیجهش که رسانه‌های خبری ما میبینیم تو تلویزیون خودمون مثلا مسئولین داخل کشور خودمون به هم دیگه فوش میدن، تو مجلس تصویرش میاد که دارن به هم فحاشی میکنن، گلاویز میشن، بعد رسانه ها هم میان همین رو بهش میپردازن. خود رسانه های جناح های مختلف احترام همدیگر رو ندارن. حالا خب تا حدودی هم انتظاری غیر این نمیشه ازشون داشت، منتها خب اینها تأثیر میذاره روی روان و روحیات یک جامعه. این موضوع هم فراگیر هست، ببینید چیزی نیست که ما بخوایم ازش چشم پوشی کنیم. اون ضمیر ناخودآگاه یک بخش لاینفک هر انسانه. ما حالا بحث سیاسی رو من اشاره کردم بهش، ببین این حزب و اون حزب هم نداره، کلا تو مملکت ما منی که الان 27-8 سالمه چیزی که یادم بوده و تو ذهنم میاد از همون بچگی همین این طور مسائل هست. ببین یه رفتار زشت و خارج از عرفی رو میارن، یه جایگاه خوبی بهش میدن، بهش بودجه میدن، طرف چه میدونم حتی بهش بها میدن که بره درباره چه میدونم مثلا موضوع حقوق بشر فیلم بسازه. در همه جا نمونهش رو ببینیم، حتی مثلا بشر که اصلا جمهوری اسلامی قبول نداره، بعد میرن بهش بودجه میده که فیلم بسازه، ادعاشون این هست. ولی خب مثلا ببینید ما اینو همه جا داریم، نه که چی الان مثلا کامبیز و حسینی که تو همین ویدیو ای بود اون بحث تجاوزش پیش اومد. این بحث های بی ربط رو لطفاً مطرح نکنید. واقعا چه ربطی داره به افزایش نزاع و درگیری؟ این شایعات رو هر چند بار هم بیاید بگید جز آدم های شبیه خودتون باور نخواهند کرد، به خاطر اینکه اکثر جاهای دنیا شرایطش متفاوته با ایران. متاسفانه متاسفم که شرایط ایران اینطوریه که رسانه ها سانسور شدید برش حاکمه، پول های زیادی خرج میشه برای اینکه دروغ به خورد مردم بدن و هیچ کس هم نتونه حتی تکذیب کنه یا تصحیح کنه اون اخبار رو. ولی وقتی که از مرزهای جغرافیایی ایران خارج میشید دیگه اون روش ها جواب نمیده و جز آدم هایی که فقط تغذیه شدن از طرف رسانه های حکومتی، فقط تغذیه شدن از سوی منبرهایی که تعقل و پرسش رو مردود میدونن و فقط میخوان خودشون متکلم وحده باشن، کسی دیگه اینا رو باور نمیکنه. دارید به خودتون زحمت میدید. بریم سری به کامنت ها بزنیم، بعدش هم یه فایل صوتی بشنویم. یه موردی رو یکی از بینندگان برای ما نوشته، تأسف‌واره، میگه دقیقا یک هفته قبل از ازدواجم دو نفر برای بچه خواهرم مزاحمت ایجاد کرده بودن. من رفتم یه اعتراض خیلی ساده کردم که دارید چیکار میکنید. البته شون عکس هم فرستادن که اصلا واقعا صورتشون دو هفته قبل از ازدواج جراحات سنگینی داشت و گفتن که به شدت ایشون رو مورد خشونت قرار دادن. بعد ایشون رفته کلانتری تجریش شکایت کرده، افسر نگهبان گفته که آقا اینا بچه های بسیجن، بهتر رضایت بدی وگرنه درد سر میشه. حالا این داستان این که پیگیری خشونت چیکار باید کرد و اینها موضوع برنامه دیگری است، ولی خب روایتی بود که در اختیار ما قرار گرفت. بریم یه فایل صوتی دیگه بشنویم با هم. در طی این چند سال و بلخص امسال مشکلات شدید بیکاری اقتصادی و فقر معیشتی مردم باعث شده که مردم آستانه صبرشون بسیار زیاد پایین بیاد و کمتر بتونن همدیگر رو تحمل کنن، شرایط رو تحمل کنن، و این مسئله باعث شده که مردم به نوعی خشم و خشونت خودشون رو بخوان جایی خالی کنن و متاسفانه اونو به درون خیابان، کوچه و شهرها میکشن و با هم درگیری و نزاع انجام میدن. و همونطور که استعذار دارین، متاسفانه پرونده های درگیری و نزاع در قوه قضاییه به حدی زیاد شدنه که به گفته خود مسئولان این رژیم روند رسیدگی به این پرونده ها بسیار کنده و نمیتونن زیاد پیگیر بشن و متاسفانه مردم آستانه صبرشون بسیار پایین اومده، به حدی که من خودم شاهدم که در خیابون یا کوچه مردم منتظر کوچکترین واکنشی از طرف کسی هستن که باهاش درگیر بشن، زد و خورد بکنن. آقای احمد از مشهد برنامه رو ادامه میدیم. آقای احمد سلام،
این فایل صوتی که پخش کردیم بیننده میگفتش که مردم منتظر یه جرقن با کوچکترین بهونه دعوا را بندازن. آیا مشاهدات شما هم همچیز رو تایید میکنه؟ سلام خدمت شما و متشکرم از برنامه خوبی که دارین. اول چادر من تشکر کنم از اینکه واقعا رسانه ای هستشون و که صدای مردم رو پخش کنه، چون واقعا رسانه این رجوع سانسور چیزی نداره. من متاسفم که یه گده واقعا میان تو رسانه های بطرف بخاطر عدد خاصی. حالا نمیخوام به حاشیه برم تر اصل مطلب. نگاه کنید واقعا من خودم تو شهر مشهد، چون شهر مذهبی هم هستش، یعنی به چشم خودم دیدم بارها مشکل مردم الان دغدغه مردم شده نون، دغدغه مردم شده کار، دغدغه مردم شده آب نیستش. من یعنی خودم شخصا تا 4 سال پیش کارآفرین بودم که 30 نفر داشتن از کنار من نون می‌خوردن. من شده من یه ارتش یه نفره، طوری شده که برای امرار معاش خودم مجبورم با ماشین مسافرت کشی کنم. به تو جامعه دیدم کسی که اومده بیرون، یعنی خودم اصلا من بگم، یعنی من یه آدمی بودم خیلی خونسرد، خیلی به ندرت میشد که از کوره درم، ولی الان به راحتی از کوره در میرم و اینو واقعا من تو شهر دارم میبینم. آره یعنی آدمایی رو من دیدم که یعنی سر یه بحثای خیلی الکی خیلی جزئی دیدم پریدن به سر کلم دیگه. نگاه من متولد 58 ام، تو دهه 60 و 70 یک عده بودن برای این که خودشونو ثابت کنن و قلدور بشن، یعنی اسم داشته باشن، دعوا میکردن، درگیری داشتن، ولی برای نون نبود، واسه آب نبود، واسه گرفتاری زندگی نبود. امروز طرف میاد میره سر کار میبینه نداره، میره سر گذر وای میسته 3 روز 4 روز میبینه پول نداره، برای اجاره خونش مونده. خب این شده یک انبار، این شده یک بارود، این منتظر یه جرقه است. خدا نکنه یه نفر راحت بره یکم بدتر باهاش صحبت کنه. خب اینا من بارها با چشم خودم دیدم که سر یک مسائل خیلی خیلی پیش و پا افتاده، یک دعوای خیلی ناجور، درگیری های خیلی ناجور پیش اومده متاسفانه، و این چیزی که الان ما باهاش مواجه شدیم و هر روزه هم داریم میبینیم اینا. متشکرم آقای احمد از مشهد از حضورتون در برنامه. با آقای آرمان از قم صحبت بکنیم. آقای آرمان سلام، نظر شما رو بشنویم با توجه به اینکه با نسل جوان هم سر و کار دارید. یکی از بینندگان معتقد بودش که بخش اعظمش برمیگرده به اون شیوه تربیتی که در مدارس در سالهای اخیر در پیش گرفته شده. بیننده دیگری میگفتش که خانواده ها دارن به فرهنگ قلدری و زورگویی دامن میزنن. نظر شما رو بشنویم. آقای صادقی درود و سپاس، عصر شما بخیر. شکر. خدمت عرض کنم جناب آقای صندبی که من با هر دو نظری که الان شما بیان فرمودید مخالفم. 24 سال بنده تو آموزش پرورش هستم، یک بار به دانش آموزا نگفتم برید دعوا کنید یا برید همدیگر رو بزنید، یا تو مدرسه به بچه‌ها یاد ندادم که همدیگر رو بزنند. همیشه تو مدرسه من سعی کردم بچه‌ها و دانش آموزام رو به هم نوع دوستی، احترام متقابل به همدیگه، احترام به حرفای همدیگه و صحبت‌های همدیگه تشویق کنم. اینکه درباره فرهنگی این بیننده عزیز این صحبت کردی، در کمال بی‌انصافی در مورد معلم‌های عزیز بود. به نام صمد بگی، ما اوایل انقلاب اون دورانی که ما درس می‌خوندیم خیلی کتک می‌خوردیم تو مدارس، ولی هیچ وقت نمی‌اومدیم اون رو بیرون خالی کنیم. حالا شیوه تربیتی الحمدلله خیلی عوض شده. آموزش و پرورش انصافاً تو زمینه پرورش داره فعالیت می‌کنه. اما اینکه دانش آموزی حالا میاد بیرون و از مدرسه درگیر میشه، این به این معنی نیست، به این بیننده عزیزم دارم میگم، به این معنی نیستش که من آرمان تو مدرسه گفتم آقا بیا اینجا وایس رو گرفتم دانش آموز رو زدم بعد این دانش آموز بره عقدش رو بیرون خالی کنه. این اصلا به این معنی نیستش. ما همیشه به دانش آموزامون یاد دادیم که به هم دیگه احترام بذارن و گذشت داشته باشن، و اینم که خانواده ها به قلدر معابانه بودن بچه‌هاشون افتخار کنن، اینم کاملا غلطه. اینم واقعا نگاه اشتباهی به خانواده، چون هیچ خانواده نیست که بیاد بچه‌اش رو، خیلی ببخشید معذرت میخوام، ارازل اوباش تربیت کنه، و هیچ بچه‌ای هم ذاتن ارازل اوباش نیست و ارازل اوباش به دنیا نمیاد. اما چرا امروز اینجور شدن نسل جوان ما؟ جناب آقای صندبی، نسل جوان آینه خانواده‌شه. یعنی دانش آموزی که امروز تو خیابون درگیر میشه، این درگیری رو تو پدرش دیده، یعنی دیده که باباش درگیر شده، دعوا کرده، فحاشی کرده. حالا چرا پدر این کار رو میکنه؟ من میخوام بیام سر اصل مطلب. بحث اینه که جناب آقای صمد بگی جامعه ایران دچار یک بیماری اجتماعی شده. این بیماری اجتماعی نشونه هایی داره. سرماخوردگی نشونه اش تب و سرفه و آبریزش بینی.
بیماری اجتماعی نشونه چیه؟ همین درگیری های خیابانی، فحاشی های علنی، فحاشی تو فضای مجازی. خدمت شما عرض کنم که زورگیری، حتی زورگیری های کوچیک، سرقت های خرد، مثلا دزدیدن یه 50000 تومانی، دزدیدن قالپاق ماشین، اینا همه نشانه بیماری اجتماعیه و هیچ فرهنگی وجود نداره. این که دوستانم دارن میگن این شده یک فرهنگ، کاملا غلطه. کدوم فرهنگ میاد اجازه میده که اجتماعش منفی بشه و رو به منفی ها بشه؟ در واقع این یک ضد فرهنگه که حالا ممکنه رایج شده باشه. ممنونم از توضیحات شما آقای آرمان بنیمی. برنامه هم رسیدیم، یه فایل صوتی میشنویم و برمیگردیم برنامه در خدمت شما دارید. با این وضع گرانی و فقری که پیش اومده واقعا دردناکه برای هر فردی که مثلا شیشه ماشینش بشکنه، دیگه اون گذشته که در گذشته داشت رو نداره و طبعا منجر به نزاع میشه. متاسفانه نزاع مثلا در استانهای مرزی خیلی باز بیشتر شده، تیراندازی و بردن سلاح. با اینکه همیشه ما در خبرهای صدا و سیما میشنویم که در آمریکا مثلا سلاح و چه میدونم تیراندازی شده، یک نفر فوت کرده به علت عدم پوشش خبری که وجود داره و آزاد نبودن انتقال این گونه اخبار، ما در شهرهای مختلف خوزستان تیراندازی های کور داریم حتی در شبها، و عده ای از روی بغض و از روی ناراحتی تفنگ ها رو روی رگبار قرار میدن و در بعض شهرها برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم تیر هوایی رها میکنن. برنامه رو با آقای ابوالفضل از تهران ادامه میدیم. آقای ابوالفضل سلام، شما فکر میکنید دلیل افزایش این نزاع‌ها و درگیری‌ها چیه؟ درود بر شما آقای صمد بیگی و تمام بینندگان عزیز. ببینید، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بودن که بیشتر مسائل نزاع خیابونی بیشتر چیزی هستش که اینا که طبق آماری که اینا دادن بحث اجتماعی اقتصادی هستش، مشکلات بیرونیه. بله بله. بعد عرض کنم خدمت شما، همین آمار رو پزشک قانونی استان ایلام گفته بود که ما توی سال 96 3675 نفر مراجعه کننده داشتیم که 75% بحث نزاع خیابونه بوده و نزاع اجتماعی و چیزهای دیگه. اینا آماری که من دارم خدمتتون میگم از خودم نیست، یعنی چیزی که خودشون هم حتی اقرار بر این دارن که یعنی مردم ما الان توی یک موقعیتی قرار دارن که هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی واقعا در مضیقه هستن. اجتماع یعنی چی؟ این آقایی که قبلش اومدن صحبت کردن که دانش آموزا، هیچ کسی که دوست نداره که بچه‌ش یه قلدر بیاد بیرون. وقتی یک خانواده میاد واسه فرزندش یه گوشی موبایل میخره، شما رو توی اینستاگرام ببینید همه لاتولوتا، همه دعوا کنن، همه کسایی که نزاع خیابونه میکنن همه میان در حال ترویج خشونت هستن و این یک بچه و یک فرزند اینو میبینه و یاد میگیره. این بحث اجتماعیه که از پایین اگر ما میخوایم بیایم نگاه بکنیم. از بحث اقتصادیمون که خودتون هم میبینید، طرف شب میخوابه صبح بلند میشه یه دفعه میبینه شیر مثلا قبلا میگرفته 2000 تومان شده 2500 تومان. بعد وارد یه جایی که میخواد بشه، اون فکر قبلیش که درگیر شده با این آقا میخواد یه بحثی کوچیک بکنه، خب مشخصا که این ذهن چقدر میتونه قدرت داشته باشه با این مشکلاتی که هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ فرهنگی که روز به روز داره بدتر میشه کنار بیاد. خب این شما اگر بازم نگاه بکنیم، میایم تو صدا سیما، فیلم هایی که میدن بیرون، بالاخره همه مردم ما ماهواره که نگاه نمیکنن، همه مردم ما که نمیان مثلا به بحث نمیدونم رسانه ها رو بیان نگاه بکنن. خب خیلی هم میان میشینن همین فیلم های ایرانی میبینن. خب شما الان میبینید فیلم های ایرانی میبینید همش در حال ترویج یک مسائلی هستن که خشونت آمیز هستش. اصلا نوع کلامشون، نوع صحبت کردنشون
به فرزند طوری میان القا میکنه، خب فرزند نمیتونه تحلیل بکنه. پدر مادرم میبینید که از این فیلم اینقدر خوششون اومده نمیتونه تحلیل بکنه، ولی این بچه ناکام میمونه. ولی وقتی وارد اجتماع که میشه طوری وانمود میکنن که این فیلم ها و این صدا سیما ما در حال ترویج فرهنگی صحیح هستش. ولی غالبا شما الان کسی که وارد سینما میشه یا جای دیگه میره بهش میگیم آقا نظر شما در مورد این فیلم چیه، کلا نظرش منفی. حتی کارگردان های خود صدا سیما هم نظرشون همینه. خب مشخص آقای صمد بگی در کنار این همه مشکلاتی که الان هستش، پس ما نباید توقع داشته باشیم که وضعیت مردم ما از این بهتر خواهد شد. متشکرم از شما آقای ابوالفضل. ببینیم آقای شهرام از تهران نظرشون چیه، ضمن اینکه بهشون هم سلام میکنم. آقای شهرام الو سلام، خسته نباشید، متشکرم، بخیر، بفرمایید. سلام، عرضم به حضورتون. ببینید یه مدار ریشه‌های دینی تو این قضیه هستش که خشونت داره. خب بالاخره ما حداقل 6 ماه از سالمون رو با شمشیر و قمه و اینجور چیزا در ارتباطیم. یه مثال ساده سریع بگم براتون. تو این محله که ما هستیم، منطقه 16، اسم نمیبرم، هیئتیا بعد از مراسم 40 عرق‌خوری را انداختن، بعد قمه هاشونه که رسما هم آزاده، توی این مراسم آزاده، با هم درگیر شدن، چند نفر جری شدن، چند نفر هم توی سی سی او هن. حالا خود مردم در جریان اصلا میشنون این قضیه رو. ما ببین، ما توی محله هستیم، چند تا مغازه هستن، با هم کار میکنیم. گربه غذا میدیم، بچه رد میشه، بچه میخواد با یه جوری گربه رو بزنه، یعنی پدر مادرش هم دارن نگاه میکنن و یعنی به یه گربه رحم نمیکنن که داریم. بچه از کجا یاد گرفته اینو، این خشونت رو؟ این خشونت رو پدر مادرش، به جای اینکه بچه است به انسان نوار خامه. ببین همین تو سوئیس بوداکشه یه جور دیگه بار میاد. ببین مثلا میتونست بگی آقا زشته این چیزه، یه حیوانه فلان، ولی واسه نگاه میکرد. من تعجب کردم واقعا. من منظورم اینه که واقعا از بطن ما باید درست کنیم. ببین ها. همه باید عشق ببرزن به وطنشون، حالا هر جا هستن. اون سوئیسیه عشق میبرزه به کشورش، اون آلمانیه همینطور، اون آمریکایی همینطور. متاسفانه همین اروپایی که الان درگیرن، همین مسلمان رفتن اونجا. حالا اینجوری هم نیست واقعا، خود اروپایی هم نمیگن که چون مسلمان ها اومدن این مشکلات به وجود اومده. اساسا نمیشه تقلیل داد بحث خشونت رو به نژاد و مذهب. اما فرمایش شما بخش اولش کاملا متین که فرزندان هر جوری که تربیت بشن همون رو باستاب خواهند داد در آینده. متشکرم از شما. با آقای بیات از تهران میخوایم صحبت کنیم. آقای بیات سلام، به نظر شما هم زیاد شده دعوا و مشاجره و مرافعه؟ 100% زیاد شده و ما بچه پایین شهریم. اینجا پایین شهر همیشه دعوا رو هستش، یعنی اونجا که آفتاب بیشتر همه جا غروب میکنه، زنبیلشون اصلا تو سطح دعوا و درگیریه. جوان هم میفتن بیکار تو خیابونا، کاری ندارن، میفتن جون هم دیگه. آخه دو تا جوان دو تا دیوانه داشتن دعوا میکردن، جوان اومد گفته شما فرار کردن، گفتن بریم. جوان اومد، حالا اینجا من بچه پایین شهریم، من خود شاید سال پیش یکی از بچه رفیقامون که جوانم بود، واسه دعوا رفته بود مثلا یه محله دیگه، زده بودن کشته بودنش. هنوزم قاتلش پیدا نشد، قاتلش فراری شد، رفتش معلومی ترکیه، از اونجا کجا رفت. خون این بچه پایمال شد رفت. واسه چی؟ واسه اینکه اجتماع اینا رو اینجوری بار آورده. از قدیم و ندیم بود، از تهیه با نمیدونم همیشه چیزای زرنگ بازی های نمیدونم رمزون یخی و اکبر گچی و فلا اینایی که ما اسمشون رو شنیدیم. من 60 ساله تو تهران داریم زندگی میکنم، زمان شاهش هم بود دیگه، نه به این فجاعت که الان هستش. بله. الان خیلی ناجور شده آقای صمد بدی. متشکرم آقای بیات از تهران. یه سری به کامنت ها بزنیم بعد فایل صوتی میشنویم. البته اینو بگم، خیلی از کامنت ها معتقد هستن که مشکلات اقتصادی باعث افزایش خشونت و نزاع درگیری شده. بعضی توصیفات رو من میخونم. یه کامنت تاسف‌باری داشتیم،
ایشون میگه که الان هر راننده ای تو تهران یه چوب تو ماشینش داره، ما مجبوریم یه چوب داشته باشیم که اگه دعوا شد حداقل از خودمون دفاع بکنیم. و خانم بیتا هم میگه تو مملکتی که هر کس به خودش اجازه میده به بهانه امر به معروف مزاحمت ایجاد کنه و بدترین لحن ممکن با طرف صحبت کنه و در آخر پاداش پرخاشگریش رو از مقامات بگیره، جای تعجب نیست که هر روز شاهد نزاهای خیابانی باشیم. فایل صوتی رو بشنویم و برمیگردیم، کلی تلفن و اسکایپ داریم در نوبت. همین دیروز بود که توی کلینیک ما یک دعوای بین پذیرشمون و بیمار مراجعه کننده صورت گرفت. یعنی دکتر ساعت 4:30 رفته و بیمار اولش ساعت 4:35 دقیقه مراجعه کرده بود، یعنی بعد ساعت 4 میومد 4:35 دقیقه اومده بود. یعنی انقدر نزاع بالا گرفت که مجبور شدن برن حراست رو بیارن. یعنی سر کوچکترین چیزی، نه تنها توی کلینیک، من تو خیابون که دارم رانندگی میکنم و یا توی مغازه سر پرسیدن یک قیمت، یعنی مردم به جای اینکه بیان این فشارا رو به دولت وارد بکنن، اون خامنه پدرسوخته وارد بکنن که عامل هر جنایتی این رهبر بیکفایت، میان اون نزاهاشون و اون درگیری‌های ذهنیشون و اون فشارا و استرسشون رو روی هم پیاده کردن، چون نمیتونن تو خیابون از اهدافشون بگن، نمیتونن تو خیابون اعتراض بکنن، مردم تمام این عقده‌ها و ایناشون رو روی هم خالی کردن. یه چیز وحشتناکی شده. شما اصلا نمیتونی به یکی بگی بالا چشت ابرو، به بیمار نمیتونی بگی چرا دیر اومدی، توی مغازه نمیتونی، توی صف نونوایی نمیتونی بگی که چرا نون من دیر شد. نمیدونم، هر جایی که شما بری با کوچکترین یعنی مثلا صحبتی، شاید اصلا یک نزاع خیلی وحشتناک درگیرش بشی. به آقای محمد از زاهدان سلام میکنم. آقای محمد، از شهرهای مختلف روایت هایی داشتیم، میگفتن که مردم به خاطر مشکلاتی که وجود داره مستعد پرخاشگری و دعوا هستند. از جایی که شما زندگی میکنید چطور؟ آیا شما هم همچین روایتی رو تایید میکنید؟ درگیری و پرخاشگری زیاد شده؟ درود بر شما. ببینید، مملکتی که عربستان سعودی میاد فرقه وهابیت خودشو با کشتن بند خدا قاچخچی تکنش میکنه، ایرانو میذارن جلوش که مردم ایرانو میاد بعد از 8 ماه حقوقشو نگرفته اینجوری میندازنش زندان، حرف میزنه. وکیل دادگستری رو، یه وکیل که میاد در خصوص وکالت این کارگر میاد صحبت بکنه، میندازنش دلدار. این مملکت به کجا میخواد برسه؟ این مملکتی که اینجور کشت و کشتار میکنه، اینجور از با ماشین نیروی انتظامی میاد از روش رد میشه، میخوای چی کار بکنه؟ مردم دیگه آسی شدن، اینجوری جوری شدن که میگه اگر من اونو نکشم اون منو میکشه. پس چی کار میکنه؟ چماغ رو بر میداره، شمشیر رو بر میداره، قمه رو بر میداره، میزنه تو سر طرف. شما برید تو سایت ها، برید تو فیلم ها، ببینید چی کار دارن میکنن با این. اصلا من خودم موندم که این جمهوری اسلامی برای چی به وجود آمد؟ آمد که یک دست آمریکا راحت آسوده همه کارشون. آمریکا در میاد میگه که من به نفع کارگر و به نفع مردم ایران چیزی. چرا نمیاد این ملتی که تو آمریکا این همه آقازاده هایی که صبح تا شب پشت به آمریکا میدن، پشت به اسرائیل میدن، چجوری دارن زندگی میکنن تو خود آمریکا؟ نفس راحت میکشن. البته در یه برنامه مجزای به این پرداختیم. فقط اگر خبرها رو دنبال کرده باشید، آقای برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته که به دلیل درخواست‌های متعددی که داشتیم در این مورد داریم روی این مسئله کار میکنیم. آقای مجید از ایران همراه ما هستن. آقای مجید سلام. آقای محمد میگفتش که انقدر وضع بد شده که شما اگر نزنی، یعنی یه جور انگار جنگ بقا شده. واقعا اینقدر اوضاع وخیم میبینید شما هم؟ آقای صمدی خسته نباشید. متشکرم. اولا که آقای شهرام تا یه حدودی تو تمامی بر بچه‌ای صحبت کردن، این آقای شهرام
اولش خوب صحبت کرد راجع به خشونت کی برای بچهای هیئتیا و با این قمه زدن ها و این قدار کشیایی که صحبت کرد خوب اومد، تا بعدش آخرش کم آورد. بری آقای بیات تکمیلش کرد، من بهشون درود میفرستم. اولا که نگاه کنیم مملکت ما چرا مردم رو به خشونت و نزاع آوردن. آقای سمد بیگی، اینجا مملکت ما از بس که اینا صبح تا شب تو تلویزیون دروغ شنیدن، چیزایی که بد نشون میدن، انتظار داشتی فرهنگ بچه های ما شده روش بکنن. مملکت ما شده جنگل که یه نفر داره توی جنگلی گم بشه دنبال یه خروجی میگرده که فرار کنه از این مملکت. مملکت ما باطلاق شده، مردم صبح تا شب دارن دست پا میزنن که یه لقمه نونی در بیارن. وقتی دلار گرون شد تمام اجناس توی مملکت گرون شد. الان که دلار اومد پایین چرا اجناس ارزون نشد؟ آقای صمد بیگی، نزاع و خشونت عامل اصلیتش گرانی و احتیاجه. توی مملکتی که دخترها خودشونو میفرستن دبی و ترکیه برن کار کنن، پول در بیارن، بیان اینجا برای رهن خونه و ماشین بخرن، اینجا پول بدن، خاصی بهتر از این بشه. مملکت مایی که تو داروخونه فقط صف دخترها و پسرهای جوون برای گرفتن قرص احتیاط اینجا رو میزن التماس میکنن. مملکت ما رو با سه از با تقسیمش بکنی: فساد، خیانت، رشوه. فساد تو مملکت بیداد داره میکنه، خیانت و تمام نزاع و دعوا و خشونت ها مسئله خیانت ناموسیه، مسئله این مسائل خانوادگی که اینجا پیش اومده تو مسائل همسایه ها مخصوصا. اینجا آقای صمد بیگی، مملکت ما انگیزشون رو از دست داده. چرا؟ چون رهبریت نداریم. من فقط سوالم اینه که آقای شاهزاد رضا پهلوی بعد از چه سال این ببخشید دیگه وارد میگم، امشب داریم بحث اجتماعی میکنیم، وارد بحث سیاسی نمیشیم، اگرچه هر موضوعی تنه به تنه سیاست خواهد زد. بریم یه فایل صوتی بشنویم، برمیگردیم، داریم به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم. فساد و بی‌نظمی، تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی افسار گسیخته در دولت و حکومت و قوانین کشوری و ترس و وحشت مردم از مواجهه شدن با قوی‌ترها که همان سردمداران ظلمی باشند باعث شده که در جامعه ایران افراد به ضعیف‌کشی روی بیاورند و همانند گرگ به جان همدیگر بیفتند و هر شخص ضعیف‌تر از خود را قربانی اهداف و مصلحت‌های خود کند. حالا می‌خواهد این گزینه ضعیف‌تر انسان باشد و یا محیط زیست و حیوانات زبان بسته. و این بیماری روحی تا جایی پیش می رود که در جاهایی دیده می شود که خشونت های از افراد در مواجهه با هم نوعان و محیط زیست و حیوانات سر می زند که حتی هیچ سودی برای شخص ندارد و فقط می خواهد عقده ها و نفرت های خود را با این نوع خشونت ها تخلیه کند. آقای وحید از تهران از طریق اسکایپ همراه ما هستن. آقای وحید سلام، شما چی فکر میکنید؟ چرا به نظرتون این درگیری ها، نزاع ها و خشونت زیاد شده؟ درود بر شما آقای صمد بیگی. خدمتتون عرض کنم که خب میدونید اصلا بحث فرهنگ سازی تو ایران به یه بحث فاجعه بار تبدیل شده. یعنی مثلا من و بچه من که میخواد از این فرهنگی که تو ایران مثلا حاکمه بیا تقلید کنه، یا باید از معلماش و آموزش پرورش و یه سلامی هم عرض کنم خدمت اون معلم عزیزی که گفتن که نه معلم‌ها رفتار بهتر شده. شما آله به زور قانون یه بحث کمربند تو مدارس برداشته شد. آیا معلم‌ها الان از لحاظ کلامی و غیره هم بچه‌ها رو اینجوری نصیحت میکنن یا نه؟ این به آموزش پرورشمون که ما اصلا یه مهارت درست برای رفتار و برخورد با طرف مقابلمون برای گرفتن حقوقمون یاد نگرفتیم. لذا با توجه به این مشکلات معیشتی اقتصادی هم که داریم میبینید، طرف مثلا ما چقدر قبلا گذشت بین مردمون بود برای رقمهای بالا، الان طرف برای 10,000 تومن، 5,000 تومن، 1,000 تومن با راننده بحث میکنه. ببینید یعنی مشکلات اقتصادی هم بی تأثیر نیست اینجا. متوجه منظورم هستید؟ بله بفرمایید. بعد خدمت عرض کنم که شما از این طرف اون به معلم‌ها، این به خدمت شما عرض شود که سلبریتی‌ها که قرار فرهنگ ساز باشن که خودشون خطر آفرینن، اون به صدا و سیمای ما که مثلا جریان اخیرش هم چون ما نزاع انواع مختلفی داره دیگه،
یکیش مثلا توی بحث درگیری خیابونی میاد و غیره. بعضی جاها نزاعی کلامی خطرشون بیشتره. من میگم ای کاش اینا به هم دیگه بزنن، ولی اینجوری به هم توهین نکنن، فحش ندن. مثلا دیدید که مثلا مجری اخیر آقای لیپور یا اون برنامه‌ای که تو بحث آشغالی خاص مورد خاص نمیخوام بکنیم، به طور کلی ممنون میشم بریم به سمت جنبندی صحبت‌های شما. درست میفرمایید. عرضم اینه با این فرهنگی که الان هست که داره خشونت و زور و غیره رو تو جامعه داره ترویج میده، آمار ما اینجوری بیشتر خواهد شد. و من بعید میدونم هم از این رژیم خدمت شما آبی گرم بشه که بخوان این آمار رو کم کنن، مگه امید ما به امثال کسی مثل شاهزاده باشه. حالا میگم باز اصلا امروز ما راجع به مباحث سیاسی صحبتی نداریم، میخوایم این بحث رو به صورت اجتماعی بهش نگاه کنیم و بیشتر متکی بر روایات و مشاهدات شما. خانم نرگس از زاهدان همراه ما هستند. خانم نرگس سلام، شما هم شاهد دعوا و زد و خورد و درگیری بودید در اطراف خودتون؟ خانم نرگس از زاهدان. الو سلام. سلام بفرمایید. خسته نباشین آقای زمد بگی. متشکرم. آقای زمد بگی، در کشور ما نزاع کلن داره رشد میکنه در میان جوانان و هم بزرگسالان. بزرگسالان که از لحاظ مثلا معامله جوانان هم تو پارکا وامستانی که مثلا لباس بهتری داره، کاپشن الان که زمستانه، کاپشن های نمونه های بهتر بچه های آغازداده ها می پوشن، یکی دیگه نداره. به یک نهجی میخواد نزاع برپا بشه. میگه این کاپشن نزدیک میشه، میگه این کاپشن از کجا گرفتی؟ ببینم میکشه. میخواد نزاع برپا کنه، میخواد یک طوری ضربه بزنه به لباسش که یعنی من ندارم که تو داری، چرا تو از من بهتر داری؟ اینقدر تو این پارک آقای سمد دیگه، تو این پارک ها نزاع به خاطر لباس، به خاطر کس، به خاطر عطر اتکلون آقای سمد دیگه دعواها را میفته که خدا رو گواه میگیرم که سر همدیگه رو به خون آغشته میکنن. به نظر شما دلیل اصلیش نداریه و اینکه عصبانی هن از اینکه چرا یه عده دارن و فکر میکنن اون ناحقه و اینکه خودشون ندارن هم حقشون نیست، درسته؟ نزول اقتصاد در زندگی ها. بله ممنونم خانم نرگس، مشاهدات قابل توجهی بود خانم نرگس از زاهدان با ما در میون گذاشتن. ببینیم که روایت آقای حسن از تهران چیست. آقای حسن سلام، نظر شما رو میشنویم. سلام عرشون. سلام. الو سلام. سلام. بله بله صداتون پخش میشه. عرضم حضورتون که اولا سلام دارم به شما جناب آقای سمد بگی و همکارتون و برنامه خوبتون. دوان که میخواستم نظرم بگم، من الان 58 سال که من امریکا دارم زندگی میکنم، هر بار به خاطر مسائل ناموسی یا مثلا دزدی منزل یا دزدی مثلا جای دیگه، من رفتم مثلا شکایت کردم تو این دادگاه و کلانتر اینا، چون اینکه چند وقتی هی علاو شدم و کار زندگی افتادم و نون شبم موندم، هیچ برای من چیز دیگه نداشت. فقط علافی و وقتی توی این راهروهای دادگاه مطرح شدن و این چیزا هیچ برای من دسته. بعد در بعدش هم که مثلا مدام ناموسی داشتم، بدتر آبروی من تو محل رفته، اینور اونور رفته، دیگه واقعا به این نتیجه رسیدم که هر بلایی سرم میاد به دادگاه کلانتری نرم، چون که این معنی که ما نه قانون داره نه چیزی، نه قاضی درستی داره نه دادگاه درستی داره، همشون هم فاسد و اینجوری چیزا بیشتر هستن، رشوه بگیر و اینجوری چیزا. عرضم به حضورتون که فقط این نتیجه اگه مثلا چنین اتفاقاتی افتاد، خودم با طرف تفصیل حساب بکنم، اون بره شکایت بکنه که شکایت کردن هیچ چیز مطلقی هم نمیاد. یعنی اگه یه اتفاقی بیفته شما ترجیح میدید خودتون درگیر بشید ولی به قانون و پلیس مراجعه نکنید؟ درگیره، ولی متاسفانه این کارم که میکنم نه تنها نتونستم حق کسی بگیرم، هیچی شده رفتم بعد یه دادم و علاق شدم و اینجور چیزا. میخواد بگم من که ما قانون نداره. مثلا یکی از رفقای من رفته بود انگلیس، اومده بود میگفت من رفتم اونجا یه سگه مال یه نفر منو پارس کرد، این شلوار من یه خورده مثلا یه ذره مثلا جر داد، اون صاحب سگه اومده
چقدر من عذرخواهی کرده، برای من هدیه آورده که من نرم شکایت بکنم. حتی هستن که من نرم شکایت کنم، برای اینکه مثلا اونجا یه خارجی محسوب می شده. ولی تو این مملکت ما خودمون، تو مملکت خودمون نمیتونیم نه حقمون دفاع کنیم نه قانونی وجود داره که به اصطلاح آدم بتونه به نتیجه برسه. فقط تو این دادگاه معطل شدن و هیچ چیز دیگه وجود نداره. متشکرم آقای حسن از حضور شما در برنامه. روی خط دو تا فایل صوتی کوتاه پشت هم سریع بشنویم. بیکاری، مشکلات اقتصادی، نبودن آزادی‌های ابتدایی فردی و اجتماعی و در نتیجه افسردگی جامعه منجر به عصیان و درگیری افراد با همدیگه میشه. مثلا فکر کنید توی یک خانواده یه فرزندی کار اشتباهی رو انجام بده، اما به مثال مثلا این چه مام دکتر فرزند بزرگتر یه همچین چیزی، بعد خب مثلا پدر یا مادر خانواده نخواد نسبت به او چیزی بگه، که بارها این الگو خیلی تو ایران دیده میشه، مثلا به فرزند کوچکتر یا اون کسی که دستش میرسه و زورش میرسه دعوا میکنه. فکر میکنم بخشی از این دعواهای خیابانی در ایران به این دلیل که مردم خب با هم دعوا میکنن که چون زورشون نمیرسه به جون دیکتاتور بیفتن و نتیجتا به جون هم میفتن. فرصت کمه، من سعی میکنم تعداد بیشتری تماس داشته باشم. آقای طاهری از ایران سلام، خیلی خلاصه نظرتون رو بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. عرض کنم خدمت من زیاد معطل نمی کنم در مورد همین مسئله افزایش نزاهای خیابانی حالا یا هر چیزی دیگه. خیلی از آقایون و خانمایی که تماس داشتن بیشتر اشاره میکردن به مسائل باز روبنایی، مثل فحشا، مثل معلم ها که مثلا فرض کن کتک میزنن یا نارسایی های دیگه اجتماعی. کلن به اعتقاد من مسائل فرهنگی همه اونها بستگی داره به ساختار اقتصادی جامعه. منظور از ساختار اقتصادی جامعه یعنی بهره‌مندی افراد از منابع ثروت و درآمدی یا هر چیزی که در اون جامعه وجود داره. حالا هر چقدر که دسترسی به این به اصطلاح ساختار اقتصادی یا منابع اقتصادی کم باشه یا سخت باشه، در نتیجه اون افرادی که محروم میشن خب اینا در اصل تحت فشار بیشتری قرار میگیرن. وقتی فشار بیشتری رو تحمل کردن، حوصله و تحمل و بردباری اونها کم میشه. بنابراین تنها راه جلوگیری از یا بهتر کردن معضلات اجتماعی و فرهنگی جامعه از جمله همین مسئله نزاهای فرهنگی، تغییر در بهتر کردن و ساختار اقتصادی جامعه. متشکرم از شما آقای طاهری. خانم افسانه از مشهد، خیلی وقت کوتاهی داریم، نظر شما رو میشنویم. ضمن اینکه شما سلام میکنم، از شما گفتنی ها رو گفتن بقیه، منتها من چیزی که میخوام اشاره بکنم این که از این نفر گفته زنها هستن که مشوقن. الو بفرمایید. الو، آها، گفتم زنها هستن مشوقن. من خودم دو تا پسر دارم و همیشه گفتم اگر فرصت دیالوگ و گفتگو رو از دست بدی و اون طرف سعی کنه تو رو عصبانی کنه، با عصبانیت نتونی خواستت رو بیان کنی، بدون اونی که ضرر کردی تو هستی. و ما همیشه از بچگی یادمه مادر بزرگا به جوانان میگفتن که حتی اگه حق با شماست دست پایین رو بگیرین. نمیدونم چرا تو جامعه هر مشکلی پیش میاد میخوام به خانم ها نسبت بدن، ولی واقعیت اینه که من از آقای آرمان میپرسم که کدوم واحد درسی در کدوم مقطعی گنجانده شده که به بچه ها همینو یاد بده که آقا شما میتونین با گفتگو دیالوگ به حق برسی، لازم نیست عصبانی بشی، لازم نیست درگیری فیزیکی داشته باشی. که آقای آرمان میگه تقصیر معلمان نیست، این نیست که تشویق کنن بزنن که بگیم خب حالا این میشه تخصیص. همینی هم که هیچ چیزی خوبی یاد نمیدن، یا به قول بعضیا که میگن که مسائل مذهبی که خوشونت داره آموزش میدن، خب همین هم خودش بده. متشکرم. بله خانم افسانه، البته توجه داشته باشیم داریم در مورد یه جمعیت چند میلیونی صحبت میکنیم، نمیشه حکم کلی داد. نه اینکه گفت همه معلم ها یاد نمیدن یا همه معلم ها یاد میدن یا هر حکم کلی مثل این. مثل همیشه ناچارم عذرخواهی صمیمانه داشته باشم از دوستانی که نوبت بهشون نرسید، اونهایی که حتی بیش از 40 دقیقه در نوبت بودن و کلی کامنت، که البته اکثرشون به مشکلات اقتصادی به عنوان ریشه اشاره داشتن. تا فردا، خدا نگهدارشون.
این صدای آمریکاست.